سلام، نسترن هستم. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوام یه غذای خوشمزه هندی بپزم، چیکن تیکا ماسالا. بریم ببینیم چجوری آماده میشه. 400 گرم سینه مرغ، 1 لیوان پوره گوجه فرنگی، آب نصف لیمو ترش، کرم فرش، 3 قاشق غذاخوری که من جدا از ماست به این صورت گذاشتم مشخص باشه، 3 قاشق پر ماست، سیر و زنجفیل رنده شده، از هر کدوم یک قاشق مرباخوری پر، 3 تا پیاز، 1 قاشق غذاخوری شنبلیله خشک، گرام ماسالا، فلفل سیاه، پودر گشنیز، پودر چیلی، زردچوبه و نمک، از هر کدوم یک قاشق مرباخوری و 3 قاشق غذاخوری پودر پاپریکا که تقریبا تند باشه. سه قاشق ماست داشتیم که اضافه میکنم من به مرغم. برای مرینت کردن مرغ به این مواد احتیاج داریم: ماست، پودر پاپریکا رو همش رو اضافه میکنم، سیر و زنجفیل رو هم مخلوط کردم و بیشتر از یعنی هم تقریبا بیشترش رو اضافه میکنم، ادویه ها رو هم با هم مخلوط میکنم و نصفش رو به مرغم اضافه میکنم. دوستان حتما همه این ادویه ها باید باشه، اگه یکیش کم باشه مزهش فرق میکنه. آب لیمو ترش رو اضافه میکنم، نصف یک لیمو ترش بزرگ رو آبشو میگیرم و اضافه میکنم و کاملا این مرغمو آغشته به این مواد میکنم. و میذارم 1 ساعت کنار تا کاملا مرغا مزه دار بشه. 3 تا پیاز داشتم که اونا رو خورد میکنم، نگینی خورد میکنم و مرغایی که مرینت شده بعد از 1 ساعت شروع میکنم به سرخ کردن. مرغایی که سرخ کردم و میذارم کنار و الان پیازایی که داشتم رو سرخ میکنم. مقداری زنجفیل و پوره سیری که داشتم رو به پیازا اضافه میکنم. یه مقداری از ادویه ها باقی موند که اون هم میریزم توش. خیلی کم زردچوبه. پوره گوجه فرنگی رو به حالا اضافه میکنم و کمی هم میزنم. و یه مقداری پودر چیلی یعنی تند باشه اضافه میکنم بهش و یک قاشق مرباخوری پاپریکا، مقدار کمی هم نمک. حالا مرغایی رو که تقریبا سرخ کرده بودم رو بهش اضافه میکنم. یه
یک مقدار خیلی کم بهش آب اضافه میکنم و درش رو میذارم به مدت یک روب که کاملا تقریبا به قوام بیاد غذامون. غذامون الان اینجا کاملا آماده شده، ولی 3 قاشق کرم فرش داشتم که بهش اضافه میکنم، هم میزنم کاملا به خورد مواد بره. و یک قاشق غذاخوری شنبلیله خشک داشتم که الان اضافه میکنم و بعد از 5 دقیقه جوش خوردن غذامون حاضره که در ادامه براتون تو ظرف میکشم و ببینید این غذا بسیار خوشمزه و لذیذه، حتما امتحانش کنید. نوشه جان